سلام، امروز میخوایم چند تا فکت برگریزون درباره کره شمالی بهتون بگیم. اولیش قد کودکان. کودکان و نوجوانان کره شمالی به طور تقریبی 8 اینچ از کودکان و نوجوانان همسنشون توی کشور همسایه یعنی کره جنوبی کوتاه‌ترن، که گفته شده علت عمده اون سوء تغذیه، جیره غذایی، فقر و عوامل اینچنینی هستن. دهکده تبلیغی. این منطقه درست در مرز با کره جنوبی واقع شده و ظاهراً سالهاست که خالی از سکنه محسوب میشه. به نظرتون چرا این لقب رو بهش دادن؟ دهکده تبلیغی یا پروپاگاندا پر از اسپیکرها و بلندگوهایی که برای آگاه کردن مردم کره جنوبی 24 ساعت روز و 7 روز هفته از اخبار کره شمالی و خوبیاش میگن. باشد که عبرت بگیرن. سریال نگاه کردن ممنوع. در سال 2013 کره شمالی 80 تن رو به جرم تماشای سریال کدبانوهای وامانده توسط پلیرهای خانگی و هارد درایو ها اعدام کرد. رأی‌گیری در کره شمالی. از اونجایی که هر کاندید سیاسی توسط حزب حاکم تعیین میشه، روی هر برگه رأی فقط یک نام وجود داره. رأی دهنده برای رأی دادن علیه کاندیدای مورد نظر، همون رئیس والا مرتبه و بزرگ کره شمالی، باید اسمشو در برگه با خودکار قرمز پررنگ خط بزنه و این کارو در برابر ناظران رسمی و دوربین ها انجام بده. آخه مگه کسی جرأت انجامش هم داره؟ حتماً هم که مجازات نمیشه. عصر حجر. در کره 6 تا 10 تریلیون عناصر معدنی و فلزات ارزشمند وجود داره که به علت فقدان تکنولوژی و ابزار قابل بهره برداری نیستن. نوشیدنی پرهزینه. نوشیدنی مورد علاقه رهبر پیشین کره شمالی کیم جونگ ایل کنیاک هنسی بود که گفته میشه سال 1 میلیون دلار خرج تهیه و خریدنش میکرده. المپیاد ریاضی. قبولی در المپیاد ریاضی یکی از هدفهای مهم هر دانش آموزی توی کره شمالیه. حتما با خودتون میگین چه بچهای درس خونی، چه کشور شکوفایی، بارکلا. اما اگه بفهمین هدفشون چیه حتما یکی میخورین. هدف برخی از اون بچه‌ها از قبولی توی این المپیاد رفتن به کشورهای غربی برای امتحان دادن و در نتیجه پناهندگی و فرار از کره شمالی حقم دارن. موارد متعددی از این قضیه به ثبت رسیده. نجات یافته. در سال 2011 یه مرد مست که از زندگی تو کره شمالی سیر شده بوده با یک تخت چوب روی آب شناور میشه تا یا به کره جنوبی برسه و یا به احتمال بیشتری غرق بشه، اما در کمال تعجب صداش به آسمون رسید و فردا صبح وقتی که به هوش اومد و از خواب بیدار شد دید جریان آب اونو به جزیره تحت کنترل کره جنوبی رسونده. اون نجات پیدا کرده و الان شهروند کره جنوبی محسوب میشه. ولیعهد ناکام. خیلی‌ها فکر می‌کردن پسر بزرگتر کیم جونگ ایل یعنی کیم جونگ نام پس از کیم جونگ اون به عنوان رهبری کره شمالی انتخاب میشه، اما این قضیه وقتی که کیم جونگ نام با یه پاسپورت تقلبی توی ژاپن دستگیر شد، اونم چون که می‌خواست به دیزنی لند برسه، کلاً منتفی شد. تمام. وفاداری سنج. در کره شمالی سیستمی به نام سونگبون وجود داره که کارکرد اون سنجش میزان وفاداری یک شهروند به حزب حاکم و آرمان‌هاشه. این سیستم تعیین میکنه که حق هر کسی چه مقداره. برای مثال تعیین میکنه چقدر غذا به یه نفر باید برسه. تقویم متفاوت. کره شمالی تقویمی متفاوت از تقویم بقیه کشورها استفاده میکنه که سال صفرش سالگرد تولد کیم ایل سونگ بنیانگذار کره شمالی یعنی 15 آپریل 1912. مدل مو. مردم کره شمالی تنها حق دارن از 28 نوع مدل موی تایید شده استفاده کنن. خانمای مجرد باید موهای کوتاهی داشته باشن، هرچند خانمای متأهل دست و بالشون یک کمی بازتره و یک کوچولو حق انتخاب دارن. موی مردها هم باید کمتر از 2 اینچ باشه. خیلی مهمه. گروهان لذت. کره شمالی سالانه 2000 زن رو مفتخر به عضویت در گروهان خوشی و لذت میکنه. این گروه متشکل از زنان جذابی هستن که وظیفه سرگرم کردن و سرویس دادن جنسی به مقامات عالی رتبه رو به عهده میگیرن. یکی از اعضای این گروه در مصاحبه اذعان داشته کیم جونگ ایل خیلی عاطفی و احساساتی و گوگولی بوده، بمیرم براش، و حتی وقتی مست میشده ممکن بوده اشک بریزه، گریه زاری کنه، الهی بمیرم براش.